سفارش دادم. تو با مامانت صحبت کردی؟ مشکلی نیست، فکر میکنن خونه سماینا. دلم میخواست شب اولمون ببرمت یه جای قشنگتر، ولی میدونی که برای من مهم اینه که هیچ کس نتونه پیدامون کنه. دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. تو اونجوری فکر کن. یعنی برای اینکه خانواده من ازدواجمون رو قبول کنن، ما باید امشب با هم باشیم. هنوز خبری نیست کمال، دارم دیوونه میشم. اوکیو آروم باش، اتفاق بدی براش نیفتاده، مطمئنم. شب تمام خیابونا رو گشتم ولی نتونستم پیداش کنم. پس کجاست؟ باشه یاسمین جون، اگه خبری شد به تو هم خبر میده. باشه باشه، تو خیالت راحت، اتفاق بدی نمیافته. سعی میکنم. خوبی؟ نیستم. بریم صابونه بخوریم. من نمیخورم. برو بیرون، میخوام دوش بگیرم. عاشق این رفتاراتم. برادرت گم شده، تو هنوز به فکر عفتتی. مؤدب باش آمر، برو بیرون. وقتی عصبانی میشی انقدر خوشگل نشو، وگرنه تفریح هم میشه عصبانی کردن تو. گیر کرده؟ الان میاد. نوشه جان. ممنونم. وقتی نبودم جامو پر کرده. ساله پسر، تو برادر منی، هیچ کس نمیتونه جای تو رو پر کنه. سلام علیکم آقایون. علیک سلام. خبرها پیش توه؟ آه صالح برادرمه، راحت باش. از خبر خوب شروع کنم یا بد؟ بد. از پسرش خبری نیست. خب اگه اتفاق بدی واسش میافتاد تو میشنیدی مگه نه؟ حتما به گوشم میرسید. در این راجب کی حرف میزنین؟ برادر اوکیا اوزان، از دیروز غیبش زده، هیچ کس نمیدونه کجاست. خب خبر خوب چیه؟ یه ردی از کارن پیدا کرد. چه ردی؟ اون کیه؟ رئیس میدونه، قصهش به من ربطی نداره. خب این که پرسجو کردم. دیشب یکی از دوستامون که تو این کاره یه خبری رسیده، برای خودش و زنش پاسپورت تقلبی خواسته. فردام تو این آدرس امانتی رو تحویل میگیره. ایوالا من میرم، اگه کاری داشتی به هم خبر بده. ممنونم زهیر. خیلی جوگیره، ازش خوشم نیومد. یکم اینجوریه ولی آدم خوبیه. باید یه چیزی بهت بگم. بگو داداش. چند وقت پیش باز اون مرتیکه رو دیدم، برادر اوکیا. کجا؟ پیش زینب. ساله اینو الان میگی؟ خواستم مطمئن بشم بینشون چیزی هست یا نه. زینب رو تعقیب کردم، دیگه همدیگر رو ندیدن. نکنه این پسر از زینب جواب رد شنیده باشه و خودکشی چیزی کرده باشه. در دسترس نمیباشد، لطفا بعد از شنید. الو. الو مادر. گوشی رو بده به زینب. زینب دیشب مونده خونه سماینا.
داداش میدونی زینب کجاست؟ خونه سماست دیگه. بیدار شو داداش، بیدار شو، شب خونه سماینا نمونده. یعنی چی؟ پس کجا مونده؟ خیلی ممنون، روزتون بخیر. تو خوبی؟ این روز رد کنیم خوب میشه. نه ترس، من پیش شدم. بیا بریم تمومش کنیم. الو، باشه، مژده بدی اوزان اومده. خدای شکرت. به اوکیا خبر بده. حاضری؟ خوبم خوبم، نگران نباشی پسرم، خیلی ما رو ترسوندی. معذرت میخوام. قهرمان دیشب کجا بودی؟ پیش همسر عزیزم بودم. اوزان خوبی؟ خوبم، آروم باش. حالا که همتون اینجایین، میخوام شما رو با یکی آشنا کنم. چی داری میگی؟ بیا عزیزم. امیدوارم این کارو نکرده باشه. امیدوارم. همسرمو بهتون معرفی کنم. ما دیروز ازدواج کردیم. دارین جدی میگی؟ کاملا جدی میگیم. امروز رسما عضو خانوادتون شدم. دیگه منم یه سزینم.
اصلا همچین چیزی امکان نداره. اصلا. ای افریته، تو چطوری پسرمو گول زدی؟ مامان کسی گولم نزده. شما به چخی همچین کاری کردین. برای اینکه شما دخالت نکنین. ما رو تو عمل انجام شده قرار دادن. شما دوتا چطوری میتونین همچین بی فکری بکنین؟ من همچین ازدواجی رو قبول ندارم. فهمیدین؟ هر چقدر میخوای مخالفت کنی، من زن پسرتونم. هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه. اوزان، مگه نمیگفتی دوستت نداره؟ مگه نمیگفتی تو صورتم هم نگاه نمی کنه؟ ببینم چی عوض شده. من اوزان دوست دارم. تو خفه شو. مامان چی کار داری میکنی؟ آروم یه لحظه صبر کنین. آروم باش، اول یکم صحبت کن. اگه بخواین اینجوری کنین ما با تون حرفی نداریم. پسرم لوس بازی در نیار. بیا بیا بریم حرف بزنیم. نه بلکن بابا جون. ای جان بابا جون. ای جان اینجوری میخوای انتقام بگیری ناقص الامر؟ هنوز کاری نکردم، فعلا چاقو رو تو قلبت فرو کردم. الان کاری که باید بکنی اینه که بری به زنت بگی یه چاقو تو قلبته. اینجور کارا رو که با عقل ناقص انجام میدن بهش میگن جوونی. بزرگش نکنی. باورم نمیشه. فقط برای اینکه خودتو به ما ثابت کنی رفتی با اون ازدواج کردی؟ ما دوتا آدم عاقلیم، شما هم باید به تصمیمامون احترام بذاریم. ولی مثل آدم عاقل رفتار نمی کنی، داری بچگی می کنی. فوری باید تمومش کنی. به هیچ وجه. اگه تو تمومش نکنی من تمومش می کنم. منو ببین، از هر جا اومدی برگرد همون جا. نه ماما نه. گم شو رابیو، گم شو. زینب خوبی؟ داداش صاحبش اومد. اینجا چه خبره؟ عروسی داری؟ کمان، زینب و اوزان ازدواج کردن. چی؟ زینب درسته؟ درسته زینب؟ نمیدونم چطور شده عاشق شدن و ازدواج کردن. ما نفهمیدیم چی شده. هممون خیلی عصبی هستیم. باید بشینیم با آرامش صحبت کنیم. هیچ حرفی برای گفتن نیست. من اجازه نمیدم خواهرم پاشو بذاره تو این خونه، چه برسه بخواد با پسرتون ازدواج کنه. لطف میکنی را بیافت بریم. داداش بایستا. را بیافت. داداش را بیافت بگم. نمیتونی اینجا ببریش. را بکارت عزوان سب کن. کمان داری چی کار میکنی؟ فکر نکن خواهرم اینجا ول میکنم. اون زن منه، ما دیگه بچه نیستی. آروم آروم. باید زینب رو فراموش کنی. اوزانم برادر منه. پس برادرت باید دست از سر خواهرم برداره. داداش التماست میکنم گوش بده چی میگم. خواهش میکنم، قول میدم همه چی بگم. صدا تو ببر را بیافت. کمان اون زنمه، حق نداری این کارو بکنی. نزدیک نشو وگرنه بد میبینی. تا وقتی من هستم هیچ کاری نمیتونی بکنی. نه را بیافت. ما ازدواج کردیم. سوار شو. یک کلمه حرف نزن. باید به تک تک سوالم جواب بدی. تک تک. آروم باش قهرمان. پیش زنت از داداشش کتک نخو. منو نگاه کن. داداش خواهش میکنم گوش بده. بیا بریم.
زینب از دست تو، از دست تو زینب. این تلفن رو جواب بده، جواب بده این تلفن رو. الو، تو هر جهنم در ری هستی فوری بیا خونه بابا اینا. زود این چه طرز حرف زدن با داداش بزرگترته؟ الو الو، بله بله، دیروز ازدواج کردم. قطعش کن، فوراً باید برای لغو ازدواجشون اقدام کنیم. نه نه، من بعداً باهاتون تماس میگیرم. نه، تنهامون بذار. من زینب رو طلاق نمیدم. آزان لطفاً یکم منطقی باش، ازدواج تصمیم جدیه، تو زینب رو نمیشناسی. آزان جون میشه اینا رو بخوری؟ این ربطی به بیماریم نداره. معلومه که نداره آزان، چرت و پرت نگو، چون وقت داروات رسیده اینا رو بهت میدم. در ضمن بحثمون ربطی به اینا نداره، هنوز مثل بچه ها رفتار میکنی. اون وقت انتظار داری ازدواجتو جدی بگیری؟ هم من زینب رو دوست دارم، هم اون من. راستش دلم میخواد بدونم دختری که تا دیروز تو صورتت نگاه نمیکرد دلش برات میسوخت چی کار کرد باور کردی دوستت داره؟ میبینم که دشمنیتون با زینب باعث شده تو و کیام تو یه جبهه باشین. من همیشه طرف تو هم، ولی نمیتونم اجازه بدم یه دختر پایین شهری گولت بزنه. زینب منو بیشتر از جونش دوست داره. صبر کن ببینم، نکنه دختره برای به دست آوردنت الکی خودکشی کرده. درست حد زدم نه؟ واسه مهم نیست شما چی فکر میکنی، ولی باید باشه. تو داری جلوی چشممون اشتباه میکنی. چرا؟ نمیتونم عاشق خواهر عشق سابقت بشم؟ چی شو؟ چرا ساکت شدی؟ مگه کسی خبر نداره؟ حرفایی نزن که بعدم پشیمون بشی. بابا جون پشیمونی زندگی توه، من راه تو رو ادامه نمیدم. من با زن مورد علاقم ازدواج کردم و ترکشم نمی کنم. مامان جون شما هم اگه خوشبختی بچه‌هات واسه مهمه، ازدواج ناموفق دخترتو تموم کن. ولی درسته، ببخشید، اون قربانی من، به خاطر من به این ازدواج تن داده. دلخور که نمیشه، خودت همه اینا رو میدونی. اوزان تمومش کن. آمر، با این که میدونی اوکیا دوستت نداره، چرا هنوز باش زندگی میکنی؟ به جای این که این حرفو به من بزنی، اول خودت برو طلاق بگیر. اصلا من باید ولت کنم اون دختره بازیت بده؟ خیلی لذت بخشه بشینم تماشا کنم چند ماه دیگه بیای بیفتی به پامو التماس کنی که آمر نجاتم بده. راستش فکر بعدی هم نیست، بهش فکر میکنم. به هیچ وجه، تا آخرین نفس از زینب نمیگذرم. ولی حالا که شما اینقدر مطمئنین قراره چه اتفاقایی بیفته، بذارین خودم تجربهش کنم، یه بارم خودم زندگی ما هدایت کنم. وگرنه دیگه نمیتونین منو ببینین. عشق چشمشو کور کرده. نه نه نه، پسرتون مرد شده، تبریک میگم. چطور تونستی کارو بکنی؟ چطور تونستی کارو بکنی؟ بابا چی کار داری میکنی؟ خدایا این چه بلایی بود سرمون اومد. خدایا کرمتو شکر، آخه تو با چی ما رو امتحان میکنی؟ با چی؟ تو اصلا به ما فکر نکردی؟ اصلا فکر نکردی؟ نگفتی مامان بابام چجوری تو صورت مردم نگاه بکنن؟ برادرام چجوری سرشونو بلند بکنن؟ من سرفکندتون نکردم، ازدواج کردم. حرف نزن، یه بلایی. حسین، حسین، حسین. خوبی؟ خوب. بابا، بابا به خود خیلی شرمندم، من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، قسم میخورم. خفشو تو اون زبونه تو از جاش در نیاوردم. ما که پس بدی نداشتیم، ما فقط عاشق همدیگه شدیم. دختر تو از لجت این کارا رو میکنی؟ میخوای عصبانیمون کنی تو از کوره در بریم؟ برای همین همدیگه عاشق شدیم، عاشق شدیم؟ اون مردی که کیه؟ کیه؟ میشناسیش؟ میدونی کیه؟ آدم خوبیه داداش، قسم میخورم آدم خوبیه. زینب من از تو پرسیدم، گفتم چیزی رو از من مخفی کردی؟ تو چی کار کردی؟ اومدی به من خیانت کردی؟
رفتی تو خونه دشمنم، پا تو گذاشتی تو خونه آمرکز جغلو. زینب تو خطری، نه من، تو. داداش این چه ربطی به آقا عامر داره؟ خیلی ربط داره. هر اتفاقی تو اون خونه میفته به اون مربوطه. اول از همه اوزان، تو یه اشتباه ساده مرتکب نشدی. این اشتباهی نیست که عذر و بهونه داشته باشه زینب. تو دیگه خیلی پاتو از گریبت درازتر کردی. ولی اگه میگفتم اجازه نمیدادی. دختر انتظار داشتی چی کار کنیم؟ انتظار داشتی کسایی که آبروی برادرتو بردن و باباتو سکته دادن رو قبول کنیم؟ باید خوشحال میشدیم دخترمونو از را به در کردن؟ آره باید این کارو میکردی. مامان هیچکس من از را به در نکرده. نمیتونی سر و تشو هم بیاری، باید بری طلاق بگیری. داداش شنیدی داداش چی گفت؟ داداش بابا این کارو نکن. یک کلمه هم حرف نزن، میری طلاق میگیری، بعدش هم میری نیده پیش عمت. تا وقتی عقلت بیاد سر جاش اونجا میمونی. نمیتونم بابا، نمیتونم. میتونی، اگه نتونی استخوناتو میشکنم، سوار اتوبوست میکنم و میفرستمت میری. بابا، بابا من باید برم، قربونتون برم، ولم کنین برم. هیچ جا نمیری. من نمیتونم اینجا بمونم. نمیری. داداش باید برم. جای تو پیش بابا ایناست. زینب یه اشتباه کردی، باید جبرانش کنی. به هیچ وجه نمیتونی بری اون خونه. داداش باید برم. من باید برم. من زن اوزانم، بفهمین من دیگه زنشم. خدا لعنتت کنه، لعنتت کنه. زینب، از اینجا برو. شما ترین اشتباه میکنی، ما هم دیگر رو دوست داریم. از اینجا برو، گفتم برو. کمان. برو پسرم، برو کمال. از اینجا برو کمال. ول کن کمال، ول کن. اما بابا. اما اگر نداره، از این به بعد جای اون پیش شوهرشه. خواهرمو ولش نمی کنه. تو هم تورون وامیستی؟ بابا جواب اشتباهو با اشتباه نمیدن. این در شأن ما نیست. پسرم زن متأهل باید بره خونه شوهرش. از این به بعد درستیست اینجا بمون. بدش کن بره. مجبور نیستی بری زینب. داداش چاره دیگه ای ندارم. تو درمونده نیستی؟ هر چیزی یه رایی داره. نرو. منو ببخشی، همین واسم کافیه. من از این به بعد دو تا بچه دارم، نه سه تا.
اینو بدون. کمال، کمال بلکن بره، تصمیمش گرفته، دیگه از ما نیست. تو خوبی؟ حالا که تو ولم نکردی و دنبالم اومدی حالم خوب میشه. قضیه ربطی به تو داره؟ به خاطر ازدیاد غم و غصه های خانوادگی از دسترس خارج شدم. بعدن به همه توهماتت گوش میدم. به سوالم جواب بده عزیزم. تو به هر جا دست بزنی عشق جوونه میزنه. یه بار دیگه بپرس جواب بدم. عامر دیوونم نکن. باور کن منم تعجب کردم. از این به بعد به فیلم های مثبت بیشتر احترام میذارم، چون دوتا آدم منفی مثل اوزان و زینب عقلشونو گذاشتن رو هم، نتیجهش مثبت شده. حتما تو این کار دست داری که بازم شروع کردی به شوخیای بیمزه. شک کردم به من جزی از زندگیت شده، ولی من اعتراضی ندارم. توجه خوب و بد نداره. یه بار با صداقت جواب بده آمیر. با زینب رابطه داشتی؟ معلومه که نه. اون دختر رو به عنوان خدمتکار خونم هم قبول ندارم. جوابتو گرفتی؟ اگه من بفهمم که تو این کار دست داری؟ باور کن اگه از این مسخره بازی خبر داشتم جلاشو میگرفتم. نمیذاشتم خواهر عشق سابقه پاشو بذاره تو خونمون. هممون قربانی حماقت برادرتی. درست حرف بزن. حرف حق تلخه. اون دختر دهنش چفت و بس نداره. اگه پاشو تو این خونه بذاره و رازمونو بفهمه، بدو بدو میره سراغ برادرش. بعد خدایی نکرده اونم فکر میکنه میتونه تو رو از من بگیره و تو هم از این خوشحال میشی. اون موقع مجبور میشم جون کمالو بگیرم. بله. باید از هر قدمی که اوزان و زینب بر میدارن به ام خبر بدی. قربان. کدوم زینب؟ طوفان، من دوست دارم دست راستم باهوش و فرز باشه و همه چیو زود بفهمه. زینب سوی داره؟ نه خیر، زینب سزین. باشه، دست در نکنه. ممنون. امروز خونه نیست. پس چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ میتونیم بریم یه هتل. نمیشه تا وقتی اوضاع آروم بشه بریم یه جای آروم و ساکت؟ مثلا یکی از ویلای تابستونی شما. ویلا؟ ها، زمستونی هم باشه اشکالی نداره. من همچین خونه ای ندارم. مامانت اینا دارن دیگه. یعنی مال اونا یا مال تو چه فرقی میکنه؟ زینب، ما ملک و املاک زیادی نداریم. یعنی چی؟ ما 5-6 سال پیش کم مونده بود ورشکسته بشیم. خونه ایم که الان توش زندگی میکنیم به اسم عامره. شرکت خانوادگیمون هم اون خرید، یعنی بیشتر سهم مال اونه. یعنی بی پول این؟ آره؟ نه بابا، اونقدرم بی پول نیست. یه چیزایی داریم ولی ویلایی نداریم که بتونم تو رو ببرم اونجا. تو این دور زمانم نمیتونم مجبورت کنم بیای به خانوادم زندگی کنم، ولی میتونم برم سر کار. با هم خونه میگیریم. خیلی خوب، تو غصه نخور. من با خانوادم زندگی میکنم. آزا زندگی میکنی؟ معلومه که زندگی میکنم. من چشمم دنبال پول و ملک و املاک نیست. همین که خانوادت قبولم کنن و تو هم ولم نکنی واسم کافیه. زینب، من هیچ وقت ولت نمی کنم.
خیلی خوشبختت میکنم، خیلی. گیره یه مصیبت افتادیم، سال هاست نتونستیم از دستش خلاص شیم. زندگیمونو داغون کردن، آرامشمونو به هم زدن. خدا آرامششونو بگیره ای خدا. دخترمونو سرفکنده کردن که انشالله دخترشون تاوانشو پس بده. ای خدا، ای خدا. مادر اوکیا رو نفرین نکن. خانم ول کن، هیچ کسو نفرین نکن. من واگذارشون کردم به خدا، تو هم همین کار. دخترم ازم دزدیدن حسین، دلم داره آتیش میگیره، آتیش. من نتونستم با دعای خیر از این خونه رهایش کنم. حالا چی کار کنیم؟ پدر و همسایه ها چی بگیم؟ چه جوری بهشون بگیم؟ پسرم کجا؟ میرم هوا بخورم. این چه طرز حرف زدن بود پشت تلفن؟ ها؟ رابیوف، رابیوف بریم یه جای دور باهات حرف بزنم. این چه قیافه ایه؟ رابیوف، من بردن بزرگترتم، آدم باش. چی کار میکنی؟ زینب کجاست؟ زینب کجاست؟ یعنی چی کجاست؟ کجا میخوای باشه؟ حتما تو دانشگاه، موقعیتشو مثلا فرستاده بود. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ خواهرمون دیروز با اوزان سزین ازدواج کرده. تو اینجوری مراقب خواهرتی؟ ها؟ اینجوری؟ مگه نمیگفتی از هر قدمی که بر بیداره خبر داری؟ به هم گفتی ازمون فاصله بگیر، کاری باش نداشته باش. اجازه ندادی من از خواهرم مراقبت کنم. همش تقصیر توه. بالاخره کثافت تو به خواهرمونم سرایت کرد. اون وقت منو مقصر میدونی؟ ها؟ مسئولش تو بودی، تو بودی. دیگه کارت تمومه، برو به کارت. خواهرمون الان کجاست؟ 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 خواهرمون کجاست؟ حرف بزن. چی کار میکنی؟ میخواین در همسایه بریزن اینجا؟ پسرم کماش ول کن. ولش کن، دیگه کافیه. من میرم زینب رو بیارم. هیچ کسی چسو نمیاره. از این به بعد جای زینب پیش شوهرشه، فهمیدی؟ همه اینا تقصیر توه، تقصیر توه. من فقط عاشق یه دختر شدم. اگه این گناهه، آره گناهکارم، ولی سعی کردم مقابل اونا از شما دفاع کنم، سعی کردم ازشون دورتون کنم. تو منو سرفکنده کردی، از پشت بهم خنجر زدی، بین اون خانواده و این خونه پل زدی، تو چشمای من نگاه کردی و رفتی آدم عامر شدی. پسرم درسته؟ آره درسته، عامر کزجغلو به من کار داده، درسته. اما به کمک اون اعتباری رو به دست آوردم که پیش خانوادم نداشتم. تو هم صرف کردم کردی. بابا من روم سفیده و سرم بالاست، من کار میکنم و پول در میارم، اگه چیه؟ بس دیگه، از این بعد هر کس به کار خودش برسه. فهمه، یعنی اینا بچه های ما. باید طلاق بگیرن. منو نگاه، نبینم با اون دختر بیای تو این خونه ها، فهمیدی؟ اون ماری یه روزم نمیتونه تو این خونه بمونه. نمیفهمم به خاطر چی عصبانی هستی، از اینکه اوزم یه خبر از ما ازدواج کردی یا با اون دختره. تو به جای این که با من جر و بحث کنی، برو اوزانو برش گردون. بابا جون بیا با هم بریم بگردیم، تنهایی نرو. نه دخترم، نمیخواد بگردیم. طوفان بهم گفت کجا. خب پس بیا بریم. میخوام تنهایی برم.
مرد و مردونه باش حرف بزن و بیارنش خونه. فقط اوزانو میاری. مامان یکم منطقی باش، اگه نمیخوایم اوزانو از دست بدیم نباید بهش فشار بیاریم. حاضرم بمیرم تا از اون هرزه شکست بخورم. این قضیه باید فوراً بی سر و صدا تموم بشه. اگه نشه چی؟ همه این بلاها رو تو سرمون آوردی، کمالو تو وارد زندگیمون کردی، تو هر فرصتی دویدی رفتی پیش اون. اوزانم تو رو الگوش کرده. ببخشید مامان، اگه اشتباهی در کار باشه تقصیر هممونه، نمیتونی بکشی کنار خودتو خلاص کنی. سلامی نبذارو دست.